مسئولان در امارت اسلامی از آغاز کار برای ایجاد یک گذرگاه ترانزیتی با ترکمنستان از طریق ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس خبر می‌دهند. سخنگوی امارت اسلامی تأکید می‌ورزد که هزینه ساخت این مسیر مشخص شده است و تلاش‌ها برای عملی سازی این پروژه جریان دارد. یک مسیر جدید را هم زیر پلان گفتم که با کشور ترکمنستان داشته باشیم در بالامرغا. سازی کار جریان دارد، هزینه آن ان شاءالله تعیین شده. با شرکت ها صحبت میشه تا این مسیر ساختن مسیر قرارداد شده و سرش عملا کار آغاز. در همین حال وزارت سرحدات اقوام و قبایل از بررسی ساحات منطقه مورچاق و ولسوالی بالامرغا به بادغیس و خواست های باشندگان این ولسوالی خبر می دهد و می افزاید که گزارش سفر سرپرست این وزارت به هدف ایجاد گذرگاه ترانزیتی تازه با ترکمنستان به زودی به رهبر امارت اسلامی ارائه خواهد شد. شغل نوری صاحب و سره هیئت د سیمز لیدنه وکړه او د ساحه بررسی تر سره کړه او د دې بررسی او د خلکو غوښتنې له نږدې واورېدې او دغه گزارش او دغه معلومات به د امیرالمؤمنین حفظه الله له عالي مقام سره شریکېږي. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایجاد بندر و مسیر جدید ترانزیتی با ترکمنستان را از طریق ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس به سود توسعه تجارت و اقتصاد کشور میداند. بندری که به بالامرغا میشه بهترین بندر است، چون شما میتونید که از او بندر هم ما روغن آرد می ما میخوایم که یک چیز مشخص به او بنادر مشخص شود و اونجا به زودترین پرسد اما چیزای امارات های کزارت هست همونجا باید ساخته شود. بندر باید تاسیسات داشته باشد، بندر باید خدمات داشته باشد و بندر باید زیربنا و ظرفیت های خود بسازد. ما استقبالش میکنیم و با امارت اسلامی همکار هستیم که در زیر ساختشان همراهشان همکاری کنیم. امارات اسلامی در حالی از ساخت ساز بندر جدید با ترکمنستان خبر می‌دهد که همکنون دو بندر فعال دیگر در آقینه فاریاب و تورغندی هرات با ترکمنستان فعال هستند. افزون بر این، بنادر حیرتان بلخ با ازبکستان، شیرخان بندر کندز و بندر آیخانم تخار با تاجیکستان، بندر اسلام قلعه هرات و بندر زرنج نیمروز با ایران، بندر اسپین بولک کندهار، بندر تورخم ننگرهار و غلامخان خوست با کشور پاکستان به عنوان بنادر تجارتی کشور نقش مهمی را در راستای داد و ستد بازرگانی و ترانزیتی بازی می‌کنند.